حمایت فراحزبی پارلمانترهای انگلستان از گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس، جمعه ششم تیر 27 ژوئن. کمیته پارلمانی بریتانیایی برای آزادی ایران که از حمایت فراحزبی اکثریت نمایندگان پارلمان و بیش از 200 عضو مجلس اعیان این کشور برخوردار است، حمایت خود را از گردهمایی عظیم ایرانیان در ویلپند در روز جمعه ششم تیر و اهداف آن اعلام کرد. لورد کارلایل از اعضای برجسته مجلس اعیان از حزب حاکم لیبرال دموکرات و دیوید ایمس از اعضای برجسته مجلس نمایندگان از حزب حاکم محافظه‌کار که ریاست مشترک کمیته پارلمانی انگلستان برای ایران آزاد را به عهده دارند، این حمایت را در یک بیانیه مشترک اعلام کردند. کمیته پارلمانی بریتانیایی برای آزادی ایران در حمایت خود از برگزاری گردهمایی مقاومت ایران اعلام کرد، در این گردهمایی عظیم سیاستمداران و ایرانیان از اقصی نقاط جهان در یک موضع مشترک علیه نقض حقوق بشر در ایران و در حمایت از مخالفین ایرانی در کمپ لیبرتی در عراق گردهم خواهند آمد. این کمیته که از حمایت سرشناسترین و مهمترین اعضای هر دو مجلس انگلستان از جمله خانم بارونس بوتروید سخنگوی پارلمان برای سالهای متمادی و از اعضای فعلی مجلس اعیان لورد آلتون، از سرشناسترین مدافعان حقوق بشر این کشور و لورد دالاکیا معاون رهبر حزب حاکم لیبرال دموکرات برخوردار است، در فراخوان خود افزود: در دوران روحانی تغییری در ایران صورت نگرفته است. در حالی که عده‌ای روحانی را مدره توصیف کردند، در حقیقت او حامل بدترین دوران سرکوب و بیرحمی از جانب رژیم بوده است. در سال 2013 بیش از 660 اعدام به طور رسمی در ایران اعلام شد که دو سوم این اعدام ها در دوران روحانی رخ داده است. بیانیه نمایندگان پارلمان انگلستان در حمایت از گردهمایی شش تیر و اهداف آن خاطرنشان ساخته است. این گردهمایی مبین و بارز کننده حمایت فزاینده از تغییر دموکراتیک در ایران توسط مردم این کشور است و از جامعه جهانی خواستار تأمین حفاظت بین المللی برای ساکنان لیبرتی است.